اگر مقایسه موشن و افتر افکت از نظر سرعت بی ادالتی باشه مقایسه انجین موشن به اسم افکس پلاگ با افتر افکت که دیگه نامردیه توی موشن ما یه چیزی داریم به اسم انجین افکس پلاگ افکس پلاگ چی کار میکنه؟ افکس پلاگ یک سری از محاسبات پیچیده تصویر رو میندازه به گردن کارت گرافیکی و محاسبات رو جوری تقسیم میکنه که شما از حد اقل زمان ممکن حد اکثر کیفیت و تصویر رو به دست بیارید ما الان اینجا یه تصویر داریم که من روش سه تا فیلتر دادم گلو لایت ریز و پینچ لایت ریز شما همون چیزی که شما به اسم ترپ کوچ شاین احتمالا دیدیم و پینچ هم یک دیستورته چون دیستورت ها معمولا خیلی تصویر رو از نظر محاسباتی پیچیده میکنن خب اینجا با هم میبینیم شما همونطور که میبینید ممکنه شما بگید که خب اینکه که ریل تایم نیست خیلی سری نیست واقعا اونجوری نیستش که ما توی شرایط عادی از موشن دیدیم البته اگه من مثلا اینجا پینچ یا لایت ریز رو آف بکنم سرعت ما خیلی زیادتر میشه خیلی سریعتر میشه ولی اصلا فرض کنیم که ما میخوایم اصلا کلا نرم افزار رو اذیت کنیم من میخوام این ستا با هم آن باشن تا ببینیم من از نظر سرعت چطوری این دستگاه کار میکنه یه نکته در نظر داشته باشید دستگاه که من الان دارم باش کار میکنم یه جی 5 دو دوه که کارت گرافیکی اون 6600 هر کسی که از کامپیوتر یه مقدار اطلاعات سخت افزاری داشته باشه میدونه که جی 6600 کارت گرافیکی خیلی قدیمیه خب خود دستگاه وقتی مال 5 سال پیش باشه کارت گرافیکیش هم طبیعتا خیلی سریع نیست اما با همین کارت گرافیکی که تازه FX پلاگ رو درست ساپورت نمیکنه چون FX پلاگ از کارت های سری هفت به بعد رو خیلی خوب ساپورت میکنه و باشون میتونه سریع و ریال تایم کار بکنه و همچنین اپل هایی که سی پیو اینتل دارن اما چیزی که من الان دارم تدریس میکنم هم کارت گرافیکی ضعیفی داره هم سی پی یوش پاور پی سیه و اینتل نیست خب حالا ببینیم با این شرایط و با این تفاوت چطور میتونه این دستگاه این محاسبات رو انجام بده من اول میام توی موشن و پلی رو میزنم همونطور که شما میبینید خب کند خیلی سری نیست اصلا شما میگیم میخوایم رمپریگو بکنیم بسیار خب من میام کامند آر رو میزنم و شروع میکنم به رمپ چک کردن همونطور که شما میبینید فکر کنم توی کمتر از 15 ثانیه تمام این تا 150 فریم رو بتونه برای من رندر بکن البته بیشتر شد 18 19 20 21 22 23 ثانیه همونطور که شما تصویر خیلی اتفاقات عجیب و غریب توش زیاد میفته حالا من میام توی افتر افکت توی افتر من اینجا سه تا فیلتر دادم یکیش همونطور که شما گلوه یکیش هم ریز مال سب فایره تازه سب فایر پلاگینی خیلی سریعتری نسبت به لایت برست خود افتر افکت که دیفالت رو خودش هست من ریز رو براش نصب کردم اگر لایت برست رو بزنیم که هیچی خیلی 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 دیرتر میشه ولی حالا فرزن با یه چیز سریعتر مثل لایت ریز مثل ریز سپفایر رو تست میکنیم و بالچ من سراغ یه فیلتر دیستورت سنگین مثل پینچ هم نیومدم که توی موشن باش تست کنم خب ببینیم اینجا چقدر طول کشه تا بتونیم این محاسبه رو انجام بدیم خب میتونیم با هم گپ بزنیم من براتون خاطره تعریف کنم داستان تعریف کنم نمیدونم ورق بشیم بازی کنیم تا این محاسبات تموم بشه البته قصد من از این دمو و از این فیلم مسخره کردن افتر نیست اصلا منظور من این نیستش که شما موشن رو توی سیستمتون جایگزین افتر افکت بکنید بهترین راه حل به نظر من داشتن هر دو تا نرم افزار چون هر کدومشون قدرت و توانایی خاص خودشونو دارن ولی به هر صورت اگر بخوایم موتور محاسباتی افتر رو با موشن مقایسه بکنیم تازه شما از اینجا که دارید میبینید تازه تازه داره دیستورشن شروع میشه یعنی این پلاگین بالج ما تازه داره از اینجا شروع به کار میکنه احتمالا یه مقدار کنترت هم خواهد شد بله خب یه اتفاقاتی داره میفته بله ادامه داستان همونطور که داشتم میگفتم بحث ما جانشین کردن موشن نیست اما اگر شما کار افکتیو سنگین داشته باشید تصویرهایی داشته باشید که روش بخواید افکت های خیلی زیادی دائم بازی بکنن و بخواید سرعت دستگاهتون جوری باشه که سریع اونها رو ببینید و وقت زیادی رو برای رندر تلف نکنید مسلما موشن به خاطر موتور افکس پلاگی که داره خیلی سریعتر میتونه این محاسبات رو انجام بده تازه همونطور که من خدمتتون گفتم اصلا دستگاهی که من الان دارم مناسب کار با موشن سه نیست و اگر مثلا سی پیو اینتل دو چار داشت یا زئون کردو دو چار یا زئون دو به بالا داشت یا مثلا کارت گرافیکی سری هفت و هشت داشت خیلی بهتر و سریعتر هم میشد تقریبا ریل تایم میشد اما به هر حال اینجا ما میتونیم ببینیم که تفاوت بین دو تا نرم افزار حداقل نظر سرعت محاسبات به چه شکله این نتیجه ای که ما تو افتر افکت داریم میبینیم تقریبا فکر کنم دو دقیقه طول کشید البته من کرنومتر استفاده نکردم این هم اون چیزی که ما توی موشن توی بیست و سه چهار ثانیه رندر دیدیم همونطور که شما اینجا میبینید خیلی دیستورشن این تصویر شدیدتر و بیشتر هست باز هم تاکید میکنم اگر شما میخواید جانشین بکنید افتر رو با موشن شاید خیلی کار منطقی نباشه اما اگر موشن رو خوب یاد بگیرید و بتونید درست ازش استفاده بکنید خیلی خیلی از کارهاتون رو میتونید بهش محول بکنید و شاید برای کارهای کمتری نیاز به افتر داشته باشید یک بار دیگه به تمام طرفداران افتر مثل شما و مثل خودم من هشت سال دارم با افتر کار میکنم میگم که باور کنید قصد من از این دمو مقایسه رو در روی این دوتا نرم افزار نیست اما افتر افکت ذاتا اینجوری نوشته شده که مقدار نظر محاسباتی سنگینه ولی موشن ذاتا برای کار ریال تایم ساخته شده امیدوارم فقط من کتک نزنید